مرکز جهانی آدم در واکنش به انفجار بزرگ اخیر کابل با صدور بیانیه‌ای این حادثه تروریستی را محکوم کرد. در پی حمله تروریستی اخیر کابل، پایتخت افغانستان که به کشته و مجروح شدن صدها تن انجامید، مرکز جهانی آدم طی بیانیه‌ای این حادثه را اقدام جریاناتی توصیف کرد که نیروهای ظلمت پرست در پس آن قرار دارند و کشورهای غربی را مسئول این فاجعه دانست. در این بیانیه که نسخه از آن برای شیه ویوز ارسال شده آمده است حقوق بشر بدترین دوره خود را می گذراند چرا که در برابر محاسبات و منافع و مساله غربی به ویژه منافع فعلی کاخ سفید تنها چیزی که به حساب نمی آید حقوق بشر است امروزه هر چیزی ارزش و بهایی دارد جز جان انسانها خصوصا از نظر سیاستمداران در کشورهای اسلامی در ادامه این بیانیه آمده است علت اصلی این جنایات دستهای پشت پرده ای است که مغرضانه و آمدانه به دنبال بدجلوه دادن مفاهیم و چهره نورانی اسلام هستند همچنین میدان دادن کشورهای بزرگ و قدرتمند به رژیمها و تشکیلاتی که از دیرباز تا به امروز محلی امن برای گروههای افراطی بودهاند این وضعیت را وخیمتر کرده است این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود با اشاره به کشتار روزانه مردم به دست گروه های تروریستی در افغانستان، سوریه، عراق، مصر و در دیگر کشورها افزود با وجود آن که تعدادی از کشورها مدعی مبارزه با اعمال خشونت آمیز سنی های تون رو هستند ولی برای مبارزه با این گروه ها باید به سراغ متولیان و حامیان این گروه ها رفت. مرکز جانی آدم در بیانیه خود با مسئول خواندن کشورهای بزرگ آورده است در صفحه مقدم این کشورها کشورهای غربی هستند که با قرار گرفتن در منصب شورای امنیت حمایت و تأمین امنیت و صلح بین المللی را بر عهده گرفتهاند ولی آنان با رژیم های دیکتاتور و حامیان گروه های تروریستی در حال تعامل هستند و با تمام توان از این رژیم ها حمایت می کنند. این سازمان که برای دفاع از حقوق و آزادی های بشری فعالیت می کند ادامه داد ما از جامعه جهانی می کشورهایی که هدف تروریسم قرار گرفتند را به حال خود رها نکنند تا به قیمت امنیت و صبات سایر ملت ها عرصه تاخت و تازه تصویه حساب منطقی و جهانی شوند. همچنین نظام نوین جهانی باید اراده ملت ها را محترم شمارد و از پشتیبانی رژیم های مستبد خودداری کند و حقوق بشر، آزادی ها و اراده انسان ها در اداره امور داخلی و تعیین سرنوشت خود را تأمین کند.